خیلی ممنون، سپاسگزارم که توی این جلسه شرکت کردین. توی این جلسه میخوام ادامه حل تست های دنبال های حسابی و هندسی رو باهاتون کار بکنم. مرور کرده باشین از ابتدای فصل تا الان، نکات خیلی زیاد و مهمی رو بهتون گفتم. در ادامه هم نکات مهمی رو میگم، حتما مرور بکنید و بریم سراغ تست ها. تست به ما گفته مجموع این جمله اول یک دنباله حسابی به صورت SN N به توان 2 به علاوه 2N است. SN مجموع A1 تا AN کدام جمله برابر 29؟ خب چطوری حلش بکنیم؟ باید اول جمله اول و قدر نسبت دنباله رو به دست بیاریم وقتی که دنباله رو به ما داده. خب جمله اول میذاریم S1 یعنی A1 میشه، در نتیجه جای N میذاریم 1، میشه 1 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 1 برابر میشه با A1 و A1 میشه 3. خب به این صورت. و جمله دوم رو به دست میاریم. جمله دوم یعنی چی؟ S2 یعنی جمله اول به علاوه جمله دوم، به جای N میذاریم 2، 2 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 2 میشه 3 به علاوه A2 برابر میشه با 3 به علاوه A2 و A2 میشه 5. تفاضل A2 و A1 میشه قدر نسبت، در نتیجه قدر نسبت میشه A2 منهای A1 برابر میشه با 5 منهای 3 برابر با 2. خب پس قدر نسبت هم به دست آوردیم، جمله اول هم به دست آوردیم. حالا میزنیم توی جمله عمومی دنباله های حسابی. جمله عمومی دنباله های حسابی چی بود؟ توی درس بهتون گفتم AN برابر با A1 به علاوه N منه 1 ضرب در D جای گذاری میکنیم. جای A1 میذاریم 3، جای D هم میذاریم 2، 3 به علاوه N منه 1 ضرب در 2. در نتیجه جمله عمومی به دست میاد 2N به علاوه 1. و گفته کدام جمله دنباله 29، یعنی باید 2N به علاوه 1 برابر با 29، 2N به علاوه 1 یعنی که جمله عمومی هست و برابر 29 قرار بدیم و N رو به دست بیاریم. N که به دست بیاریم میشه جمله دنبالمون. پس می نویسیم 2N به علاوه 1 برابر با 29، ساده بکنیم 2N برابر با 28 و N به دست میاد 14 و پاسخ گزینه 2 صحیح است. تست بعد میگه مجموع N جمله اول از یک دنباله حسابی به صورت SN برابر با N ضرب در N من 1 N ضرب در N من 15 ششم. در این دنباله مجموع جملات شروع از جمله هفتم و ختم به جمله هجدهم کدامه؟ خب میگه مجموع جمله هفتم تا هجدهم مجموعشون کدومه که SN هم به ما داده. خیلی راحت میایم چیکار میکنیم؟ مجموع جمله هفتم تا هجدهم رو مینویسیم. مینویسیم S برابر A7 به علاوه A8 تا A18. خب حالا مجموع 6 جمله اول هم می نویسیم. مجموع 6 جمله اول هم می نویسیم و کم می کنیم. می نویسیم S18 یعنی از A1 تا A18 و S6 یعنی از A1 تا A6. خب تفاضل جملات 18 تا 6 به دست میاریم که میشه جمله S. S18 منه S6 برابر با A7 تا A18 که همون مقداری که از ما میخواد.
حالا با استفاده از رابطه ای که به ما داده است n براس با n در n من 1 n در n من 15 ششم مجموع 18 جمله میشه 18 ضرب در 3 جای n 18 میذاریم 18 ضرب در 18 من 15 تقسیم بر 6 میشه 18 ضرب در 3 تقسیم بر 6 و برابر 9 میشه و اس 6 هم به دست میاریم. اس 6 هم به دست میاریم یعنی 6 ضرب در 6 منهای 15 که میشه منفی 9 تقسیم بر 6 که منفی 9 میشه. پس حاصل A7 تا A18 میشه اس 18 منهای اس 6 که اس 18 9 منهای اس 6 منهای 9 بس میشه 9 منهای 9 میشه 18 و پاسخ گزینه 4. تست بعد میگه اعداد طبیعی رو به طریقی دستبندی کنیم که آخرین جمله هر دسته مجذور کامل باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینا دسته های متفاوتی هن. مجموع جملات در دسته دهم کدومه؟ چیکار باید بکنیم؟ میای میگیم که جمله آخر هر دسته مربع کامله. 4 9 1 یه مربع کامله جمله آخر. یعنی چی؟ یعنی جمله آخر دسته اول 1 به توان 2، جمله آخر دسته دوم 2 به توان 2 و جمله آخر دسته نهم 9 به توان 9 که برابر 81. خب جمله آخر دسته دهم میشه چی؟ 10 به توان 2 که 100 میشه. پس ما از اینجا فهمیدیم که جمله آخر دسته همون دهم رو خواسته دیگه. پس جمله آخر دسته دهم یعنی 10 به توان 2 میشه که میشه 100. خب دسته دهم به صورت زیر میتونیم بنویسیم. دقت کنید که جمله آخر دسته نهم 81 در نتیجه جمله اولش میشه چی؟ 82. پس جمله دسته دهم میشه 82 83 تا 100. وقتی که میبینین جمله آخرش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و جمله آخرش رو نکنید 9 4 1، یعنی چی؟ یعنی جمله آخر به توان 2. پس دسته دهمم جمله آخرمون 10 به توان 2 یعنی 82. 10 به توان 2 که میشه 100 و جمله دسته قبلیش دسته نهمش که 9 به توان 9 میشه 81، پس دسته دهم از 82 تا 100 نوشته میشه. خب حالا مجموع 82 تا 100 رو به دستش میاریم. می‌نویسیم 82 به علاوه 83 تا 100. چیکار باید بکنیم؟ ما 81 رو باید جدا بکنیم. 81 رو که جدا بکنیم میشه 81 به علاوه 1، 81 به علاوه 2 تا 81 به علاوه 19. 19 تا 81 داریم و از 1 تا 19 مجموع اعداد طبیعیمون رو میتونیم به دست بیاریم. پس میتونیم بنویسیم مجموعشون 19 ضرب در 81، 19 تا 81 داریم دیگه. از 1 تا 19 هم میتونیم بنویسیم 19 ضرب در 19 به علاوه 1 تقسیم بر 2 که میشه 19 ضرب در 20 تقسیم بر 2. 19 تا 81 میشه 1539 به علاوه 190 که میشه 1729 و پاسخ گزینه 3. تست بعد از ما خواسته اعداد طبیعی رو به طریقی دسته‌بندی کنید که تعداد جملات هر دسته برابر شماره آن دسته باشه. به همین راحتی شبیه سوال قبل هست دوستان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مجموع جملات در دسته 20 کدومه؟ میگم به همین راحتی. نگاه بکنین، بدون پرانتز نگاه بکنین. بدون پرانتز ها با دنباله اعداد طبیعی سر کار داریم. یعنی چی؟ وقتی که 2 و 3 4 و 5 و 6 7 و 8 و 9 و 10. یعنی چی؟ یعنی تو هر پرانتز یه دنباله an برابر با n که یه دنباله حسابی با قدر نسبت 1 که تو دسته 20 هم که 20 تا جمله میشه. فقط تنها مشکلش برای محاسبه مجموع جملات دسته 20 جمله اول این دسته است. جمله اول این دسته رو باید چطوری به دست بیاریم؟ برای محاسبه جمله اول این دسته به سراغ جمله آخر دسته 19 هم باید بریم. خب جمله اول اون رو محاسبه میکنیم. برای این کار باید چیکار برد بکنیم؟ تا جمله آخر دسته 19 هم چند تا عدد باید ببینیم. خب دسته اول 1، دسته دوم 2، دسته سوم 3 و دسته 19 هم 19 تاست. خب تعداد کل اعداد چی میشه؟ 19 ضرب در 20 تقسیم بر 2 میشه 190. 190 تا عدد داریم. خب پس باید چی کار بکنیم؟ جمله آخر دسته 19 هم جمله 190 هم دنباله بدون پرانتز هاست. به همین راحتی جمله آخر دسته 19 هم که میشه جمله آخر دسته 19 هم جمله 190 هم جمله دنباله های بدون پرانتزه. چون جمله عمومی دنباله همونم آن برابر با ان هست، پس جمله آخره دسته 19 هم همون 190. خب در نزدیک جمله اول دسته 20 هم میشه 191. پس مجموع جملات دسته 20 هم از 191 تا 210 میشه. 191 تا 210 میشه. چرا حالا 210 جمله آخر دسته 20 همه؟ چون که 20 جمله توش داریم، 20 جمله داریم، 20 عدد داریم. توی 210 20مین جمله یه دسته 20 همه. خب باید 190 ازش جدا بکنیم تا بتونیم محاسبه بکنیم. پس فهمیدیم که 191 تا 210 رو باید جمع بکنیم. می‌نویسیم 190 به علاوه 1، 190 به علاوه 2، 190 به علاوه 20. خب میتونیم بنویسیم 20 تا 190 داریم و از مجموع اعداد طبیعی 1 تا 20 باید به دست بیاریم که میتونیم بنویسیم 20 ضرب در 21 تقسیم بر 2. 20 تا 190 میشه 3800 تا، 20 ضرب در 21 تقسیم بر 2 میشه 210 تا که 3800 رو به علاوه 210 بکنیم 4010 میمونه که پاسخ گزینه 1 هست. خب دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم که تا اینجا یه درس با من بودین، تا حل تست های دنباله های حسابی هندسی بودین. جلسه بعد هم ادامه حل دنباله های حسابی و هندسی با شما کار خواهم کرد. جلسه بعد با من همراه باشید.